برای از داخل راه هم اما نمونه برداری هم فارماشین
برای نمونه برداری مثلا کرایو بایوپسی کنید.
خیلی وقتا مثلا تو بیماری های آیدی یا نیفرسیشی هایی به اصلا اصلا این رو شما بگم نیمونه های کچی پاسخون نیست چون برای اینکه یک بیمار پاتولوژیست بتونه یه بیماری نیفرسیشی ها رو بزنه نیاز به چیزهای مختلف داره باید برای مثلا گفت مومار رو بینه گفت درمومار رو بینه گروه ارتشاق هست ها و بینه ارتحابی شد یه خصوصیاتی در اون ماست بریم برای خصوصیاتی بتونه پیدا کنه نیاز به نمونه های بزرگ داره که این نمونه های بزرگ از طریق روش های پیشنف بفرمه یکیش کرایی بایوسی هستش یکی اوپنلان بایوسی هستش حالا سیدی گایدن بایوسی اینا کمک میکنه و حتی الان روش های پیشنف بفرمه هست که من نمیخوام شما خیلی پیش بشین من میخوام ببینید که روش های بیشن برداری بسیار متنوع شده و اینکه من مریضا قبلنا اگر ما با برکسکوپی نمیتونستیم گفتیم برو اتاق عمل اما الان میبینیم که خیلی کارهای دیگه و آپشنهایی و دارن تست ها دفعی دلیه بسیار زیاده شما یعنی اگه مثلا که به عنوان یه فوق دیگه اگه من ادعا کنم تو همه فیلم های تست های دیگر خیلی فوق العاده تقریبا وجود نداره هر کسی خلاصه اینقدر میتونی گسترده است که هر کسی توی زمینه های تجربه خیلی داره و شما نمیتونی مثلا من هیچ انتظار ندارد که از شما همه و جزئیاتش بدونی تو نیازی نداری فقط باید بدونی که هر کاری برای چه بیماری مناسبه که بتونید ارجاعش بدید گفتیم در مورد آناتومی آناتومی ریو اولین چیزی که براش به وجود اومد گرافی ساده و هستینه بود یعنی مریض جلوی یه تیوب اشعه قرار میگیره و ازش عکس بس سیتی اسکن در واقع شما با گرافی یه تصویر مقصدینه شما یه چیز سه بودیه پنج باید درسته داخل مقصدینه چی ها داریم؟ قلب 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 ریه 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 چی؟ ریه چراشه؟ آو اروغ پومونه مری یه ساختار آناتومی های متنوعی که در کنار هم قرار بگذارد یه قسمت فیزیولوژی هم که میبینید همش پیچیده قلبش، ریهش، ارتباط عمودی سیستم خونرسانی به ریه از دو سیستم خب پس یک آناتومی خیلی پیچیده این داخله وقتی شما گرافی میبینید گرافی همه این حجم زیادی که تیشو داره یه عکس ساده بشون در واقع از یه جسم سه‌بعدی که تصویر دو بعدی بشون پس دقتش همه و سایه سازی زیاده ما حتی ما که مردم شاید تو میزنی سه تصویر میبینیم گرافی وقتی بعضی وقتا با اومدون برامون سخت بکنیم یعنی ترجیح میکنیم برای سیتی داشته باشه چرا؟ چون سیتی اسکن یه تصویر سه‌بعدی از یه جسم سه‌بعدی در مورد سیتی اسکن مردم یه صدا رو خودشون به کار میبرن میگن تو برام یه سیتی بنویس که داخل خودم رو ببینم واقعا همینه داخل خودشون رو میبینن یعنی اون ساختار رو قبلا با همه جزئیات شما در سیتی اسکن میبینید و سیتی اسکن در علم پزشکی شاید اون جزء بزرگترین تحولات و در این زمینه پیشرفت‌های بسیار زیادی در همه فیلم‌ها شده یعنی تکنیک‌های سیتی اسکن حالا باهاتون مرور می‌کنم یه کلیاتی بهتون میگم انشاءالله در کورس رادیولوژی که بگذرونید بهتون میگم چقدر پیشرفت هست شاید تکنیک وجود داره شاید کارهای فوق‌العاده‌ای انجام شده و در پای یه انقلاب بزرگ در علم پزشکی در قسمت ایمیجینگ سی تی اسکن ها بودن خب پس
نفذر نفذی هیچیش ارزشی نداره. چرا؟ چون وقتی بافتی هوا داشته باشه امواج سون پراکنده میشه. خب؟ پس بافتن چون برساس این فیزیک یا یه آدم توش هوا سونوگرافی در این فیل به ما کمکی نه. خیلی هم این داستان عجیب نیست. تو هاریستون مثلا من البته سنی ندارم، اما تو هاریستونی که من دوره مثلا فیزیوپات و اینترنی و حتی اول رزیدنتی بود تو هاریستون قشنگ اینو نوشته بود که سونوگرافی در فضای رمزینه کاربردی نداره. چرا؟ بخاطر اینکه هوا داره و امواج صوت رو اسکتر حرکت بعد گذر زمان میشون داد که یک اقدام فوق‌العاده برای فضای دوران سونوگرافیه. داستانش هم این بود که یه پزشک فوق کیرتیکارتل توی فرانسه یه شب کشید یه گرافی از سینه داره و یه سمت ریه مریض سفید بود. فکر کنید که چه اتفاقی افتاده؟ نمیتونست وقتی یه بقیسینه یه سمسفیده یا شما خودم سپانه دیگه داریم یا فرانه داریم. شما به صورت کلاسی میگید اگه کلاس داشته باشیم چه اتفاق میوفته؟ ریه رو هم قابل کنیم بقیه این هم تو بقیسینه کچیک میشه و اگه فرانه فیژن نصیب داشته باشیم معمولا حجم بقیسینه زیاد میشه و به انتراس سمسفیده قابل بشانه. بنابراین این دو دکتر شوهر رو باید یه خوب از ادویه عکس ساده هم میتونم اینا از هم اطلاع بدم. اما این شب ایشون نبودست این کار رو بود. در بخش رادیولوژی و سیتی استرشون هم تحقیق بود. من فکرم چی کار باید میکنم؟ یه دستگاه سونو اونجا بود. رفت سونو کرد. و دید اون تو آب مایم. اکوژنسیته مایو رو بودتن و ایشون مریض رو فهمید کن چه سی رو کنید و این مایو تحقیه شد و اون مریض رو شده رو هم این آدم فکر کرد چی جواله فرمش رو برای همکارش تحقیه کرد هم تسکرش رو هم گفتن تو زنده تصویر سازی کرد. این آدم شروع کرد تلاش کردن تلاش کرد آقایان ویلفنشتاین با اینکه اسمش آلمانی در زدیات فرمی سنگه. خب، از دید سونوگرافی شاید بهترین مدالیته برای فضای فوران هستش. معنا استاندارد آف که یعنی استاندارد انجام تراسنتز گرفتن آب از فضای زده تراسنتز فضای فوران چیه؟ سونوگرافی. تو الان خوابستون نوشته که شما هر موردی از فتوسنتز رو باید انجام بدید باید سونوگرافی. پس سونوگرافی یه جایگاهی در فضای بقیه‌سینه پیدا کرده. امارای هم همین اول میکنم امارای تو هوا افتضاح پس امارای به درد بقیه‌سینه نمیکنه. بعد نمیدونم پس شما امارای کمک میکنه به خصوص در مورد عروق و تومورایی که قسمت های فوقانه هم بسیدن در مقام این ویژن به مثلا اصطاب، شبکه، براکیان یه همچه چیزایی داره یا نه میخوام بگم که تصویر برداری های مختلف جاهای خودشون رو دارن پیدا میکنن. فوقوزر زمان فهمید که یعنی یه علم فوقلاده دانمی و پیش رفته که هنوز هم دارم روش کار میشه. آناتومی پس با روش های میگیشی میتونید بررسی کنید و بروکوسکوپی کنید. خب تست های عمل کرده ریه چی ها داریم؟ اسپیرومتری رو گفتیم. اما دیگه اسم تست دیگه ای هم شما شنیدید این اسپیرومتری شاید بعضی از شما هم انجام داده باشید. اسپیرومتری برای اینکه نفس آماده بکشه نفس آماده بکشه یعنی نفس عمیق بکشه و یه بازدم عمیق و فرصت رو انجام بده.
you're doing this. Thank you.
is? Restrictive. Certain defects, muscular defects. The capillaries are destroyed. Pulse oximetry. چی؟ چرا سیکلر می‌کنه؟ حالا ممکن یه Hypoxia. Yeah.
Thank you.
فیلد کاری قرار گرفته، خیلی توان فعالیتش کم شده یا تنگی نفس داره. شما اسپیرومتری کردی، اکو کردی، همه اینا نرمال در اومده. اما اون آدم شاکیه. این شکایتش ممکنه ناشی از این باشه که حالا یه علتی داشته باشه که با تست های استاتیک بهش نزدیک. این یه تست داینامیکه، اینه ورزش مریض میسنجه. خب این شسته. حالا برگردیم به زیانده برمی یه مقارم در مورد اینرژی فرمت صحبت کنم. خانم، in this case it may be possible that his oxygen carrying capacity of hemoglobin is low. خواهر مومی که میگرده این چیه؟ این سایه چیه؟ بعد
آورد سایه پرونه. این هم که دو تا بیان این تراش هست این مثلا و این هم راهای حبوری این عکس نجاره یعنی برای هیچ کاری باید داره و کاسه بکنیم اینجا مرده هست کشه عکس نجار کندنش از عکس پیره هم شخص داره چون هم به رنجانی خیلی سایه آرمان کاربردش چیه؟ بعد ساله گفتم که خانم اومده پیش شما و شما شراش یه بوده گرافه قفصی در بازی این دو جانه این کلاکس داشتن خب و این دو تا برس داشتن اینجا یه ذره حیزیه یه ذره احساس میکنی که کدورت داره و این هم سوتون رو فقرات که این بسن داره بعد مطمئن نیستید که این خیزینسی که هست ناشی از سایه پستان این آدمه یا واقعا کدورت اونجا میشه عکس لفتان میگیرید که تو عکس لفتان چه اتفاق میفته ستون فقرات اینطوریه این جلو استرمومه این هم که دیافرانه این هم فرمه ولی پستان چه شکلی میفته پستان سایش اینو که جلو اینجا پس اگه یک کدورت اینجا داری این نشون میده چیه؟ تو بافت داری هست پس عکس دفعات کمک میکنه شما اجراف بدید که مثلا این کدورته دقیقا کجا حالا نه فقط تو خانم ها خیلی وقتا واقعا کدورت رو با این تقدمی و سخت به تشخیص دارم در مورد رایت بوده لو هم همینطوره خلاصه عکس لاتون به تنهایی تشخیصی نیست حتما باید عکس دیگه هم در کنارش باشه بعد حالا توصیف این زایه چه چه شما نگاه کنید اگه یه آدم بیان یه کدورتی توی بیخفصی نشده باشه شرمانش این باشه که من 6 ماه صبح افتر و تنگیم خب بعد همین کدورت رو توی یه دونه بگه یه هفته از تمولت رو هم صبح دارم و خیلی
تصویر سبولی از جسم سبولی. بعدی دو سایه سازی های قبلی که تصویر نه. اما سیتیو هم این نبود که روز اولی که سیتیو اومد پیش رفته تنگی سیتی باشه اومده باشه. اولی سیتیو هایی که بودن بهشون گفتن سیتیو های کانونشنال. سیتیو کانونشنال این بود که یه آدم وقت بوده تا باید سیتی انجام دادی میره روی تختی میخوابی بگیره بعد یه نفس رو نگه کن بعد از یکی دو ثانیه هم دیگه راحت باشه. اما قدیما اینطوری نبود. قدیما مثلا در حد 30 ساله بود نه 70 ساله. قدیما اینطوری بود که وقتی میخواست سیتی بگیره به مریض میگفت که نفس رو نگه کن حالا آزاد. بعد یه ثانیه تخت جا به جا میشد دوباره گفت نفس رو نگه دار دوباره عکس دوباره نفس رو نگه دار تا تنگ وقتی که داره این تنگ نفس داشت یا مسلم بود و همکارش بود نبود خیلی عکس سخت گرفته میشد. 30 بار باید حداقل نفسش رو نگه میداشت بازار که هر بار مثلا تخیه سام جا به جا میشد. این سیدی کامل تعداد تصاویر کم بود و با فاصله بنابراین اگه توده کمتر از یک سانت بود درج اصلا دیده نمیشد. بعد این با این تکنیک درست که یه پیشرفت اتفاق داره اما یه پیشرفت کامل یه سیتی اسکن دیست رو برد حالا شما یه سیتی کنید کمتر از پنگ دقیقه خوابیدن رو نشدن بیشتر وقت هم توی این کار رو گرفت باشه بوده واقعا بوده بعد چی شد؟ گفتن که جایی که مریض این نفسش رو نگه داره ما بیاییم یه تکنیک سریع تری کنیم. این تکنیک سریع تر با این انتخاب بود مریض روی تخت میخوابه تیوب اشعه میچرخه. اینجا تیوب اشعه نمیچرخه هر بار از در یه جایی اینطوره این تیوب اشعه یه جا بود مریض جا به جا میشه. اما گفتم واسه اینکه این دست بهتر سنگ گرفته باشه این تیوب یا آدم این باشه و اون بالا یه تیوبی باشه که میچرخه. اینطوره شد که سیتی اسپیرال اومد. اسپیرال معنی حرکت تیوب اشعه که به جای اینکه یه حرکت فقط یه بار داشته باشه اینطوری حرکت پیچیده همین جایی که شما می‌بینید این تیوب می‌چرخه این فنر در جهت یه فنر حرکت می‌کنه که برشه سریع اونجا یه عالم فیلمه به اینا دیتکتور بگن این دیتکتور ها باعث میشن که کیفیت تصویر خیلی الان مثلا تو اینا بهترین سیتی هایی که هست 64 اسلامیسته. بعد واسه سیتی یه آدم معمولیه مثلا باید حدود 37-8 سیتی. خب یه دقیقی برای یه سیتی آنجیو 500 حدوده کار مثلا اگه شما فرض کنید طول قبل سینه آدم 37 سانت باشه 500 ها یعنی فاصله مرتبطش چقدر باشه؟ 500 تقسیم بر 37 کنیم یا 370 کنیم نصف کنیم چند میشه ماشین حساب نداریم 500 تقسیم نه 37 حالا ببینیم نصف حساب کنیم 500 تقسیم بر 370 یعنی یک و سه لحظه میگه یعنی ببینید چیه قد ریلیز داره تصویر میزنه یعنی اگه یه قفص بسیشه سینه شما اینقدر بردش این داره این فاصله یک میلیمتر یک میلیمتر از شما تصویر میگه یک و کمتر از یک میلیمتر این تصویر ها خودتون خواهی دوربین دارید یعنی چقدر پیکسل ها تصویر میذاره در رزولوشن تصویر سی تی
فراری و عکس آشنا هستی، اینا خیلی من دوستن. خب سیدی بکنم یه تحول بزرگ طوره که بعضی از بیماری های ریوی دیگه تشخیصشون فقط یعنی یه سیدی بکنی کافیه. مثل چی؟ و برشکتازی مثلا. ولی ما اگر ما مثلا 70 سال پیش وقت میخواستم برشکتازی تشخیص بدن گفتن یه ماده حاجه باید بزنید تو راه هوای مریض که برونشای دایره‌ای بده و بده چه کار خطرناک و خجالت بود. همون شما الان بیره مریض رو داره